سرخط خبرها. به میلی نشان دادن کشورهای کمک کننده به افغانستان، تصادفی نبودن عمله بالای بخش حقوق دانشگاه کابل به گفته امرالله صالح، و رقابت بین دونالد ترامپ و جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت با من سونیا پوپلزای خوش آمدید. مشروع خبرها: سردرگمی و عدم پیشرفت در مذاکرات سال سبب شده است که شماره از کمک کنندگان خارجی به افغانستان و ادامه کمک به کشور بیمل شوند. در همین حال چند منبع آگاه از کنفرانس ژنو برای افغانستان گفته است که شماره از کشورهای کمک کننده به افغانستان سطح کمک های خود را به کشور کاهش دادند. آژانس خبررسانی رویترز از قول سه منبع آگاه از این کنفرانس که قرار است به تاریخ 23 و 24 نوامبر در سوئیس برگزار شود گزارش داده است که سرگرمی و عدم پیشرفت در مذاکرات صلح سبب شده است که شماره از کمک کنندگان خارجی به افغانستان با ادامه کمک به کشور به میل شوند. ایالات متحده آرزومند است که با موفقیت روند صلح افغانستان زمینه برای خروج کامل نظامیان آمریکایی و ناتو از آن کشور تا ماه می سال 2021 مساعد شود، اما خروج نظامیان خارجی از افغانستان که هنوز هم متکی به کمک خارجی است، نگرانی ها را از افزایش نفوذ طالبان در قدرت و از دست رفتن دستاوردهای دو دهه پسین در زمینه حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان و حقوق آموزش دختران افزایش بخشیده است. در همین حال، افزون بر احتمال کاهش کمک‌های خارجی به افغانستان، منابع آگاه از کنفرانس ژنو به آژانس خبررسانی رویترز گفتند که کمک کنندگان خارجی شرایط سختگیرانه را برای مصرف کمک‌ها به افغانستان وضع کرده و تعهد آنان برخلاف گذشته کوتاه مدت خواهد بود. یکی از این منابع به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که ایالات متحده به صفت بزرگترین کمک کننده حکومت افغانستان، کمک‌های خود را برای آن کشور به نصف کاهش داده است، برخلاف گذشته که برای 4 سال تعهد می‌کرد. این بار تعهد کمک به افغانستان 1 سال خواهد بود. دو منبع دیگر به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که سایر اعضای ناتو مثل بریتانیا و فرانسه نیز کمک‌های خود را به افغانستان کاهش داده و به گفته آنان کمک‌های استرالیا به افغانستان نیز 30% کاهش خواهد یافت. با این حال، مقام‌ها رسما حکومت‌های ایالات متحده، استرالیا، فرانسه و بریتانیا تا کنون به پرسش‌ها در مورد احتمال کاهش کمک این کشورها به افغانستان پاسخ ندادند. تبصره در مورد کاهش کمک های خارجی به افغانستان پیش از وقت است و حکومت افغانستان انتظار ندارد که این کمک ها کاهش یابد. جامعه جهانی تا کنون برای بازسازی افغانستان کمک مالی فراهم کردند. تعهدات مالی با صندوق پولی بازسازی افغانستان هر 4 سال یک بار صورت گرفته و از سوی بانک جهانی مدیریت می شود. کمک کنندگان خارجی افغانستان در سال 2016 در کنفرانس در بلژیم وعده فراهم آوری 15.2 میلیارد دلار را برای سالهای 2017 تا 2020 به افغانستان کردند. پیش از این پیکا هاویستو وزیر خارجه فنلاند که یک جا با ملل متحد کنفرانس ژنو برای افغانستان را میزبانی میکند گفته بود که بزرگترین تغییر در ادامه تعهدات مالی کشورهای کمک کننده به افغانستان این خواهد بود که تعهدات آنان این بار برای 1 سال خواهد بود. وزیر خارجه فنلاند همچنان گفته است که شرایط سختگیرانه وضع خواهد شد تا به نگرانی ها در مورد احتمال فساد در مصرف این کمک ها رسیدگی و از دستاوردهای دو دهه گذشته در آن کشور حفاظت شود. همزمان با تشدید جنگ در برخی ولسوالی های ولایت قندهار، لویدرستیز قوای مسلح کشور به این ولایت رفته و رهبری جنگ را بر عهده گرفته است. در همین حال طالبان از چندین روز به این سو عملیات گسترده را در این ولسوالی ها راه اندازی کردند. به گفته مقام ها در حال حاضر درگیری ها میان دو طرف جریان دارد.
پاود امان معاون سخنگوی وزارت دفاع گفت که جنرال یاسین ضیا لوی درستیز قوه مسلح به ولسوالی های ارغنداب پنجوی رفته و به مقام ها و باشندگان محل در این ولسوالی ها دیدن کرده است. آقای امان افزود که جنرال ضیا جنگ های ارغنداب و پنجوی ولایت قندهار را رهبری خواهد کرد. طالبان از چندین روز به این سو حملات گسترده را در این ولسوالی ها راه‌اندازی کردند که به گفته مقام ها در حال حاضر درگیری ها میان دو طرف جریان دارد. آقای ضیا از تلاش های نیروهای امنیتی برای دفع حملات طالبان در این دو ولسوالی ولایت قندهار قدردانی کرده و خطاب به آنان گفته است که دشمنان این سرزمین توان مقابله را با شما ندارند و نیروهای امنیتی شب و روز به هدف تامین امنیت مردم تلاش می‌ورزند. او همچنان افزود که طالبان روز گذشته قصد حمله بر بخش‌های ولسوالی ارغنداب را داشتند که در اثر یک حمله پیشگیرانه 20 جنگجوی این گروه کشته شدند، اما تاکید کرده که نیروهای هوایی دیشب نیز طالبان را در ولسوالی‌های پنجوی هدف قرار دادند که در اثر آن 13 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. همچنان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افزود که در حال حاضر جنگ در 20 ولایت این کشور جریان دارد و در این درگیری ها 78 جنگجوی طالب کشته و 42 تن دیگر آنان زخمی شدند. طالبان تا اکنون در این باره ابراز نظر نکردند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری کشور میگوید که عمله بالای بخش حقوق دانشگاه کابل تصادفی نبوده است. شواهد نشان میدهد که برنامه ریزی از قبل و مشخصا برای زدن همین بخش صورت گرفته بوده است. در همین حال آقای صالح امروز بار دیگر تاکید کرده که حمله بالای دانشگاه کابل کار گروه طالبان بوده است. امرالله صالح در فیسبوکش نوشت حمله طالبان بر پوهنتون کابل باز هم مشکوفانه مورد بحث و بررسی ابتدایی قرار گرفت. این حمله وحشیانه و ضد بشر شباهت به حمله پوهنتون آمریکایی‌ها، حمله به کانتینوتال و 400 بستر دارد که کار طالبان بود و ترورستان دخیل در طراحی آن حملات همه در پنجه قانون قرار دارند که از شبکه حقانی از شاخه تاجمیر جوادند. شبکه حقانی جز لایان فک طالبان است و تاجمیر جواد از سال 2002 بدین طرف در پاکستان بسر میبرد. قضاوت بر این که جنایت علیه محصلان را طالب انجام داده است. تراوش از ذهن سیاسی ما نه، بلکه استواره بر مدارک استخباراتی است. عکسای تاج میر خونخور به اساس تصمیم جلسه 0630 در شهر کابل نصب میگردد. عکس توریستان فروری دیروز نصب گردید و عکس توریستانی که حملات قبلی را انجام داده و در بند قرار دارند نیز نصب میگردد تا مردم برای دادخواهی از خون عزیزانشان دعوای حق العبد نمایند. معاون اول ریاست جمهوری کشور تاکید کرد ناگفته نباید گذاشت که بهره گیری از ثبوت بجا مانده در سایه جرم دستاوردهای خوب در شناسایی و دستگیری همکاران ترورستان صورت گرفته است. در جریان جزئیات در موقع مناسب قرار خواهیم گرفت. حمله بالای بخش حقوق تصادفی نبوده است. شواهد نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی از قبل و مشخصاً برای زدن همین بخش صورت گرفته است. آقای صالح همچنان تاکید کرده که کار پوشش اطلاعاتی محله به محله باید حداقل در برابر سرعت یابد و طرح مشخص امنیت ملی وزارت داخله مورد استعما قرار گیرد. بسیار طرح معقول است و تنها در بخش تسریع آن هدایت صادر گردد. گفتنی است سه مهاجم مسلح روز دوشنبه وارد دانشگاه کابل شد و بر دانشجویان اساتید حقوقی که در حال برگزاری مراسم فراغتشان بودند حمله و تیراندازی کردند. در این رویداد که نزدیک به 6 ساعت طول کشید 22 دانشجو شهید و 40 تن دیگر زخمی شدند. گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت، اما امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری کشور میگوید که این حمله توسط طالبان در حریزی و اجرا شده است. هیئت رهبری دانشگاه کابل اعلام کرده که برای جلوگیری از تاخیر در درس ها از امروز دانشگاه باز و دانشجویان به درس حضور یابند. در همین حال عمله دو روز پیش به دانشگاه کابل 22 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. اغلب قربانیان دانشجویان بودند. گروه داعش مسئولیت این حمله را پذیرفت، اما دولت میگوید که شواهد زیادی دارد که این کار توسط طالبان انجام شده. گروه طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده است. روز گذشته شماری از دانشجویان با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل دانشگاه گفته بودند که به دانشگاه برمیگردند. دانشگاه کابل گفته که تصمیم بازگشایی دانشگاه کابل بر اساس هدایت محمد اشرف غنی رئیس جمهور در جلسه مشترک با رهبری دانشگاه، وزارت آموزش عالی و مقام‌های امنیتی گرفته شده و قرار است که تدابیر بهتر امنیتی در دانشگاه گرفته شود. در اعلامیه دانشگاه کابل که در صفحه رسمی فیسبوک آن نشر شده از
دانشجویان خواسته شده که از امروز به صنف آ حضور یابند. روز گذشته خانواده قربانیان و اتحادیه دانشجویان دانشگاه کابل خواستار بررسی جدی این حادثه توسط دولت شده و خواستار انتشار عمومی نتایج یافته ها شدند. در همین حال آنان در یک نشست خبری با صدور قطعنامه عمله بر نهادهای علمی و آموزشی را نقض ارزش‌های اسلامی و جنایت جنگی خواندند. اتحادیه دانشجویان و خانواده قربانیان از طرف‌های داخل جنگ خواستند که بی‌طرفی نهادهای علمی و آموزشی را به رسمیت بشناسند و فضای نهادهای آموزشی را غیر سیاسی نگه دارند. خانواده قربانیان همچنان خواستار ساخت بنای یادبود و موزه برای قربانیان در دانشگاه کابل شدند. در همین حال امرالله سالم معاون اول رئیس جمهور در صفحه فیسبوک خود نوشته: میبینم همه شما انتظار معجزه و ظهور میسه آی نفسی را دارید که مشکلات را حل سازد. معجزه ظهور نخواهد کرد و تنها کار متحدانه جدی و صمیمانه من و توست که وضع را تغییر خواهد داد. ساله گفته که ترای عمله شناسایی شده شبکه اقانی جزء لاینفک طالبان است و تاجمیر جواد از سال 2002 بدین طرف در پاکستان به سر میبرد. قضاوت بر اینکه جنایت علیه مؤسلان را طالبان انجام داده است. تراوش از ذهن سیاسی ما نه بلکه استوار بر مدارک استخباراتی است. همچنان او افزوده که عکس آی تاجمیر در شهر نصب میگردد. عکس توریستان فراری دیروز نصب گردید و عکس توریستانی که عمله قبلی را انجام داده و در بند قرار دارند نیز نصب میگردد تا مردم برای دادخواهی از خون عزیزانشان دعوای عقل عبد نمایند. چتول سرپرست وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گفت هیچ مدرک وجود ندارد که عاملان خارجی بر آرای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 ایالات متحده تاثیر گذاشته باشند. از زمان انتخابات قبلی در سال 2016 که گزارش ها از تلاش های هکرهای روسی از طریق ایمیل برای جهت دادن به انتخابات امریکا منتشر شد، نگرانی از این که دولت های خارجی ممکن است به دنبال نفوذ در انتخابات امسال ریاست جمهوری امریکا باشند وجود داشته است. اما با گزارش خبرگزاری رویترز، چتولف در روز آغاز رسمی ریگیری انتخابات در یک نشست رسانه‌ای که به صورت آنلاین پخش شد گفت هیچ نشانه‌ای در دست نداریم که یک بازیگر خارجی در این انتخابات موفق شده باشد، آرا را به خطر بیاندازد یا دستکاری کند. مقام های امریکایی پیش از این گفتند که در انتخابات امسال ایران و روسیه با هدف دخالت در انتخابات ریاست جمهوری امریکا اطلاعات ریدندگان را به دست آوردند. ایران و روسیه همواره این اتهامات را رد کردند. مقامات پلیس فدرال FBI و وزارت امنیت داخلی امریکا 9 آبان در بیانیه مشترک اعلام کردند هکرهای ایرانی عامل موجی از ایمیل‌های تهدیدآمیز برای هزاران امریکایی هستند و موفق شدند که به داده‌های اطلاعاتی ریدندگان دسترسی پیدا کنند. مدیر امنیت ملی امریکا نیز هفته گذشته اعلام کرده بود که ایران عامل ارسال ایمیل های تهدیدآمیز برای ایجاد ترس و وحشت بین رای‌دهندگان ایالات های مختلف امریکا است. در واکنش به این اظهارات، سید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز 12 آبان با تاکید بر اینکه ایران علاقه به مداخله در انتخابات امریکا را ندارد گفت دخالت در این انتخابات به نفع کسی نیست. سید خطیب زاده درباره مداخله ایران، روسیه و چین در انتخابات امریکا گفت که تمام اتهامات در این زمینه را بی اساس می دانیم. و خبر اخیر این که شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه دارد. رقابت هم میان رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن تنگاتنگ است. تا اکنون از آرای شمارش شده بایدن اندک پیشتر است. آرای انتخاباتی اردو نامزد دونالد ترامپ رئیس جمهور برحال و جو بایدن نامزد حزب دموکرات نزدیک به هم هستند. اردو ادعا می کنند که به پیروزی نزدیک شدند، اما هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده است. نامزد ریاست جمهوری آمریکا همیشه در انتخابات به 270 رای کالج انتخاباتی نیاز دارد. در حال حاضر اردو نامزد آرای ایالت‌های پیش بینی می شد، البته سرخ و آبی به خودشان اختصاص دادند. در آمریکا ایالت‌ها با رنگ سرخ برای جمهوری خواهان و آبی برای دموکرات طلاق میگیرد، اما ایالت های در آل نوسان همواره سرنوشت انتخابات را تعیین میکنند. نظر به گزارش، اکنون سرنوشت انتخابات به آرای ایالت های میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین ارتباط دارد. شاید در برخی از ایالت ها شمارش آرا روزها طول بکشد. بر اساس گزارش، پیروزی در این سه ایالت برای پیروزی جو بایدن در کالج های انتخاباتی کافی است. پیش بینی شده بود که دونالد ترامپ آرای کالج های انتخاباتی فلوریدا، تگزاس و اوهایو، سه ایالت پرجمعیت و
دارای اهمیت سیاسی را به دست می آورد که چنین هم شد. در انتخابات امسال آمریکا بیش از 100 میلیون آمریکایی به دلیل همگیری ویروس کرونا از طریق پست یا مراکز رایدهی رای زود انجام دادند که در مجموع بی سابقه دانسته شده است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعت پیش به صفحه تلویزیون ها ظاهر شد و گفت که تا پیروزی خیلی فاصله کم دارد. ترامپ از ایالات های نام برد که به گفته او از حزب دموکرات پیشی گرفتند. همچنان دونالد ترامپ از حضور مردم در انتخابات هم سپاسگزاری کرد. او گفت می خواهد از حمایت گسترده مردم سپاسگزاری کند. به گفته او میلیون ها تن امشب برای او و تیمش رای دادند. در همین حال جو بایدن رقیب دونالد ترامپ در این مورد می گوید که او یا دونالد ترامپ این صلاحیت را ندارند که اعلام کنند کی در انتخابات برنده شده است. به گفته او این تصمیم مردم است. اما بایدن می گوید که به نتیجه انتخابات خوشبین است. در نتیجه انتخابات کنونی رئیس جمهور آمریکا برای 4 سال تعیین خواهد شد که در ماه جنوری سال 2021 مراسم تالیف را به جا خواهد کرد. سپاس از توجهتان به مجموع خبرهای این ساعت از نورین. از شما دعوت می‌کنم تا با بقیه برنامه‌های نورین باشید. وقتتان بخیر.